چگونه برای ویزه آلمان اپلای کنیم؟ تغییرات اساسی چی است و چرا ایمیل هایی که قبلا در اختیار مردم قرار داده بودند مسدود شده و یا اینکه ایمیل ها ظرفیتش پوره شده و دیگه توانایی از این را نداره که درخواست های ما را بپذیره؟ پس راه حل چی است؟ سلام دوستان عزیز و ارجمند، من اسماعیل امیدی هستم، با شما بیننده چنل یوتیوب پناهجو می باشم. یگانه چنل یوتیوبی که در عرصه مهاجرت و راه های مطمئن مهاجرت های قانونی فعالیت می کند. دوستان، در این ویدیو چگونگی اپلای کردن برای ویزه های آلمان را خدمت شما به معرفی می گیرم. پس از شما تقاضا می کنم که این ویدیو را تا آخر تماشا کنید و همچنان اگر دوست داشتین حتما این ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. دوستای عزیز و ارجمند، باید براتان بگویم که از داخل افغانستان نمیتونین اپلای کنین. اگر شما در داخل افغانستان زندگی میکنین و فکر میکنین که واجد شرایط هستین، حتما آدرس یکی از دوستان و یا اقاربتان که در پاکستان، هندوستان و تاجیکستان زندگی میکنن را بزنین و بعدا اپلای کنین. وقتی شما تایید شدین و براتان قبولی آمد، حتما کوشش کنین که خودتان را به این کشور را برسانین. اگر با ویزه و پاسپورت تونستین خود به پاکستان و ایران و تاجیکستان برسانین که بسیار خوب. اگر ویزه و پاسپورت صادر نمیشد و نتونستین که برین، قاچاق میتونین که به کشورها خودتان برسانین و بخیر ویزه آلمان بگیرین. دوستان عزیز، ایمیل آدرس هایی که به خاطر اپلای کردن ویزه آلمان بود یا مسدود شده یا اونا پر شده، حالا ما چی کار میکنیم؟ به یکی از این ایمیل آدرس ها که شما مشاهده میکنین، من فقط یک سلام خشک خالی برشان ارسال میکنم تا که بر من لینگ های لازم را به صورت اتومات ارسال کنند. شما قسمی که میبینید در سبجکت تنها های نوشته کردیم و در ایمیل هم یک هلو نوشته کردیم، برشان ارسال کردم و چند لحظه صبر میکنم. شاید یک ساعت، دو ساعت، متفاوت است. بعض وقتا در مدت یک دقیقه پاسخ میتن و بعض وقتا شاید بیشتر از 10 ساعت در بر بگیره. بله دوستای عزیز، ما ایمیل اوتومات رو دریافت کردیم، برام لینک های مختلف را معرفی کردن که میتونم وارد هر یک از این لینک ها شوم. آن لینکی که مربوط به شرایط من میشه را میتونم انتخاب کنم. اگر شما هایی که زبان انگلیسی را بلدیت ندارین، میتونین امین نوشته هایی که بالای لینک ها وجود داره را کپی بگیرین، در گوگل ترانسلیتر ببرین، ترجمه کنین تا بفهمین که کدام لینک مربوط به شما میشه و شما وارد کدام لینک شوین تا که بتونین یکی از این ویزه های آلمان را برش اپلای کنین. خب حالا من زیاد پرعرفی نمی کنم، بالای یک از این لینک ها کلیک می کنم، چرا که در این لینک گزینه ای است که حتی افراد که واجد شرایط ویزه هایی که آلمان برش شرایط گذاشته نیست، چون در اونجا گزینه آدر است و من در گزینه آدر اپلای می کنم و منتظر می باشم که دولت آلمان چی زمان بر من پاسخ مثبت خواهد داد. خب دوستان عزیز، ما روی لینک افغان این پرتیکلر کلیک کردیم و صفحه جدید بر ما باز شده. در رو تماشا میکنیم، اینجا معلومات زیاد وجود دارد در مورد چگونگی اپلای کردن برای ویزه آلمان. معلومات های مختلف است راجع به کسایی که افغانستان را ترک کردن، کسایی که در کشورهای همسایه به سر میبرند، یا چگونه میدان هوایی را ترک کنیم، از میدان هوایی افغانستان چگونه خارج شویم. معلومات های جامع و مختصر در این سایت وجود داره و همچنان کشورهای بر ما معرفی شده مثل ایران، تاجیکستان، ازبکستان. من ایران را کلیک میکنم، وقتی ایران را کلیک کردم سایت فارسی برام باز شده، بر من معلومات کافی در اختیارم قرار داده، چگونه افراد میتونن توسط آلمان حمایت شوند. گفتم لطفا توجه کنید، آلمان برنامه عمومی برای پذیرش ادبای افغانستان ندارد و فقط امکان پذیرش برای چند مورد خاص وجود دارد. من اینجا ویدیو را استاپ میکنم، میره با هم میخوانیم. خب دوستان عزیز، اینجا نوشته که آلمان برنامه عمومی برای پذیرش ادبای افغانستان ندارد و فقط
امکان پذیرش برای چند مورد خاص وجود دارد. امکان پذیرش اساساً برای آن دسته از اتباع افغانستانی وجود دارد که به عنوان پرسنل محلی یعنی کارمندای محلی در یک سازمان آلمانی و یا بین المللی فعالیت داشته باشند، یعنی حتی با آلمانی هم کار نکرده باشند ولی با خارجی ها کار کرده باشند و یا به طور ویژه در مرز خطر باشند، یعنی شما در مرز خطر در افغانستان باشین نظر به فعالیت هایی که داشتین. برای مثال فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن و خبرنگاران و دولت فدرال آلمان با پذیرش آنها موافقت کرده باشند. یعنی این گونه افراد میتونند که از این ویژگی ها برخوردار باشند و ویزه آلمان را دریافت کنند. برمیگردیم به موصفی قبلی تا که در گزینه آدر ما و شما چیکار کنیم؟ اپلای کنیم، به خاطر که ما هنوز واجد شرایط نیستیم و به هیچ یک از این برنامه ها اپلای نکرده بودیم و تاییدی نگرفتیم. اگر شما های تاییدی گرفتین میتونین از همین صفحه کارتون رو پیش ببرین، یعنی در سفارت ها مراجعه کنین. خب پیش از اینکه به صفحه قبلی برگردیم و کشورهای بعدی رو انتخاب کنیم یا گزینه آدر انتخاب کنیم، اینجا دوستای عزیز نوشته است کسانی که عضو از خانواده ایشان در آلمان زندگی میکنن، مثل فرزندشان، همسرشان و پدر مادر و یا پدر و مادر بزرگشان در آلمان زندگی میکنه، اینا هم میتونن که از این ویزه ویژه آلمان استفاده کنن. و شما دوستای عزیز اگر به زبان انگلیسی و یا زبان آلمانی مشکل دارین، وقتی وارد این صفحه شدین، وقتی ایمیل براتون آمد لینک ها داده شد کار رکمه کردم، بیاین امین کشور ایران انتخاب کنین، چون اینجا تمام معلومات به زبان فارسی است. بر ما به خاطر سوال کردن چگونگی که اپلای کنیم یا چگونه واجد شرایط بودیم، چگونه ویزی خود دریافت کنیم و در سفارت چطوری مراجعه کنیم، به خاطر تمام اینها بر ما شماره تماس ها داده شده و همچنین قسمی که تماشا میکنین ایمیل آدرس ها داده شده که ما وقتی با ایمیل آدرس را کپی میگیریم و از طریق سایت اپلیکیشن ایمیل خود و یا جیمیل خود با اینا در ارتباط میشیم، سوالات خود مطرح میکنیم و برشان میگیم که ما واجد شرایط بودیم اما ما نمیدانیم چیگونه ویزه دریافت کنیم، اینا برای ما پاسخ میده. همچنین دوستای عزیز بر ما لینک های مختلف را به معرفی گرفته که ما میتونیم اطلاعات خود بیشتر بسازیم. شما این سفر را با دقت بررسی کنین، من چون نمیخوایم که ویدیو خیلی طولانی شوه و زمانی که شما وارد از این سایت میشین، وارد سایتی که مربوط به ایران میشه برای ما معرفی کرده، میتونه به زبان فارسی کلان اطلاعات را به دست بیاریم و این که چگونه از طریق یونت سیار ایران ما با اینا در ارتباط باشیم، اینجا برای ما لینک داده قسمی که تماشا میکنین. خب دوستان عزیز از پرحرفی میگذاریم، خودتان این سایت را با دل جمع و با خاطر جمع تماشا کنین، مطالعه کنین، بعدا تصمیم بگیرین که چی کار باید انجام بدین. ما برمیگردم به صفحه قبلی. وقت به صفحه قبلی برگشتم، میبینین کشورهای مختلف است. من روی قطر کلک میکنم، یک صفحه جدید برای من باز میشه، قسمی که حالا شما مشاهده خواهید کرد. بله دوستان عزیز، اینجا تماشا میکنین صفحه جدید برای من باز شده که من باید این فرم را تقریبا پر کنم و زمانی که فرم را پر کردم برشان ارسال میکنم و منتظر می باشم که پاسخشان برای ما چی خواهد بود. خب دوستان عزیز، قسمی که تماشا میکنین، در اینجا ما باید مسیج خود یا پیام خود نوشته کنم و البته ما حدوداً 2000 حرف اجازه داریم که اینجا نوشته کنیم. هر قدر شما بتونین که جامع‌تر، دقیق‌تر و کوتاه‌تر نوشته کنین این بهتر است. ما به طور نمونه بسیار کوتاه نوشته میکنم. حالا I need go to outside of Afghanistan because the Taliban won't kill me. من هم یک چیز ناف نوشته میکنم اینجا دوستای عزیز، به خاطر که شما دقیق تر متوجه شوین میخوایم یک مسیج که کوتاه به فارسی هم نوشته کنم که شما ویدیو رو تماشا کنین، دنبال کنین و در مورد خودتان البته جزئیات بیشتر بتین، کی هستین، کجا کار میکنین، با کدام مؤسسه کار میکردین و چرا جان شما به خطر افتاده و چرا شما را به قتل میرسانن و این که چند سال با کدام مؤسسه کار کرده بودین، فعلا در کجا هستین، چگونه زندگی میکنین،
موضوعات کلش شما میتونن دوستان عزیز در همین 2000 حرف در جایی که ما باید مسیج نوشته کنیم، پیام نوشته کنیم، ما میتونیم که امی کلن قصه زندگی خود را برشان شرح بدیم. دوستان عزیز و ارجمند، البته توجه داشته باشین که کوشش کنین مسیجتان به زبان انگلیسی و یا آلمانی نوشته کنین، چون اگر به زبان آلمانی نوشته کنین یا به زبان انگلیسی نوشته کنین، آلمان ها خودشان مستقیما مسیجتان را میخوانن و پاسختان البته دقیق تر و زودتر دریافت میکنین. اگر به زبان فارسی بنویسین، خب طبیعتا اونا به ترجمان نیاز خواهند داشت. وقت مسیج شما را یک نفر ترجمه کنه، احتمالا که او را یک ایرانی ترجمه میکنه یا یک افغان که همراهشان همکار است ترجمه میکنه. اگر یک ترجمان متن ما را یا پیام ما را بر از اونا ترجمه کنه، طبیعتا که شاید مشکلات وجود داشته باشه، مشکلات قومی، سمتی، نژادی که او را درست برای آلمانا ترجمه نکنه. پس من براتون توصیه میکنم که کوشش کنین به زبان آلمانی و یا انگلیسی برشان مسیج کنین. و در قسمت شورنه من اینجا باید نام خود نوشته کنم و همچنان تخلص خود باید نوشته کنم. نام و تخلص خود باید در این دو لاین بالا باید نوشته کنم. من در لاین اول امیری نوشته میکنم، در لاین دوم اسماعیل نوشته میکنم و در لاین سوم باید من ایمیل آدرس خود اینجا نوشته کنم. خب من از یک ایمیل آدرس جعلی استفاده میکنم. قسمی که تماشا کردین برای اپلای کردن ویزه های قبلی هم من از یک ایمیل آدرس جعلی استفاده میکردم، ولی بعض از دوستا فکر کردن که نام من ایدریس است، مرا به نام ایدریس یاد میکنن و یا این که به ایمیل آدرس من ایمیل های خودشون را ارسال میکنن که من متاسفانه نمیتونم پاسخ شما را از طریق ایمیل آدرس بدم. این ایمیل آدرس جعلی است و من فقط به خاطر اپلای کردن ویزای مختلف ازش استفاده میکنم. دوستای عزیز، شما بر من ایمیل ارسال نکنین که ایمیل ها را من وقدر چک نمیکنم. خب دوستای عزیز، در اینجا من باید یک آدرس نوشته کنم. فرض مثال من نوشته میکنم که سرک سیلو را نوشته میکنم، سیلو استریت، و در بخش پایین همچنان نمبر خانه را باید نوشته کنم. فرض مثال نمبر خانه ما 34 باید باشه و در اینجا پست کد است دوستای عزیز، یعنی نمبر پست خانه مرکزی را میزنم، چون در افغانستان فکر کنم در همه جا پست خانه نیست، در قسمت های مختلف شهر کابل است که من پست خانه مرکزی را نمبرش را میزنم، اما این دقیق نیست. شما باید سرچ کنین از طریق اینترنت یا از نزدیک برین ببینین که پست خانه مرکزی یا پست خانه که نزدیکتان است نمبرش چند است. من یک نمبر جعلی زدم. در جای پلیس آف رسیدنس ما شهر کابل نوشته میکنم، یعنی محل اقامت خود کابل نوشته میکنم. و در لاین پایانی هم باید که شماره تماس خود نوشته کنم. دوستای عزیز، باید شما دقت داشته باشین که شماره تماس را که نوشته میکنین باید فعال باشه. با کدام زبان دوست دارین براتون جواب ارسال شه. من انگلیسی انتخاب میکنم و اینجا گفته یا میخوای که یک کپی از درخواستید برات ارسال شوه که من هم بله انتخاب میکنم. قسمی که تماشا میکنین دوستای عزیز، کل گزینه ها را پر کردیم، اما پیش از پیش باید براتون بگویم که من شماره تماس زیاد اشتباه نوشته کرده بودم، از خاطر تایید نشد، چون شماره تماس هم کلا جعلی است و من. خب دوستای عزیز، من درخواستی خود یک بار دیگه چک میکنم ببینم که چی چیز اینجا اشتباه است یا چی چیز کم و زیاد است. حالا چک کردم دیدم دقیق است، ارسال میکنم مسیج خدای درخواستی خود، ارسال میکنم. شما قسمی که تماشا میکنین روی لاینی که برنگ سیاست و نوشته سند، اینجا من کلیک میکنم. وقتی کلیک کردم دوستای عزیز، دیدین که شماره تماس مرا گفت که اشتباه و برنگ سرخ بر من نشان داد. حالا من باید شماره تماس خود را ادیت کنم. چند شماره از شماره تماس خود کم میکنم، هرچند بازم این نمبر جعلی است دوستای عزیز. بازم یک بار دیگه پیام خود را چک میکنم درخواستی خود را که نامم اشتباه نباشه، ایمیل آدرسم، و حالا که مطمئن شدم ارسال میکنم. بله دوستای عزیز، مسیج ما ارسال گردید و قسمی که میبینین عاجل بر ما یک ایمیل آمد و همی کپی درخواستیم برام ارسال شده دوستای عزیز.
دوستان عزیز، بس از این که ما درخواستی خود ارسال میکنیم، یک ایمیل خودکار دریافت میکنیم و این ایمیل نو ریپلای است، یعنی ما نمیتونیم برشان دوباره از طریق همین ایمیل ارسال کنیم و یا سوالات خود مطرح کنیم. منتظر میباشیم که برای ما ایمیل های بعدی بیاید و از ما گفته که ما شما تشکر میکنیم، ما نامه شما را دریافت کردیم و در اسرع وقت آن را پاسخ میدیم. و همچنان گفته با این حال اگر در اینجا در قطر هستید ما نامه مینویم و گفته که اگر در اینجا شما در قطر هستید و برای ما نامه مینویسید و یا دارای اقامت قانونی QID هستید، لطفاً درک کنید که ما تماس مناسب نداریم، زیرا شما در یک کشور سالس امن هستین. یعنی شما اگر در قطر زندگی میکنین و در امنیت کامل هستین و آیدی کارت قطر دارین، شما را به آلمان منتقل نمیسازن. و یک چیز دیگه هم دوستای عزیز گفته، در این صورت گفته اگر به آلمان امکان پذیر نیستید، لطفاً به اطلاعات دقیق در این وبسایتی که برای شما گفته مراجعه کنین، سوالات شما در اینجا حل خواهد شد. و باز هم گفته که ما میدانیم که بسیار از کارمندان محلی و دیگر از افغانها زمان تصرف طالبان در خطر هستند. ظرفیت آلمان برای پذیرش این افراد آسیب دیده محدود است و محدود به موارد خاص است، موارد استثنایی. چی کسای محدود بود دوستو عزیز؟ قبلا خواندیم که چی کسای واجد شرایط بودند. فرض مثال رسانه ها بود، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان و همچنان کسایی که به صورت خاص جانشان در خطر است. و دیگه این که کسایی با آلمانی ها کار کردن و یا با مؤسسات مختلف بین المللی هم کار بودن. خب دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستم که شما بتونین بر ویزه آلمان اپلای کنین. از کشورهای مختلف، نام کشورهای مختلف اونجا نوشته بود، پاکستان، ایران، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان. این باید مثل من انتخاب کنین که من قسمی که انتخاب کردم، درخواستی ارسال کردم و حالا منتظر می باشم که بخیر پاسخ مرا بدن. و ها دوستای عزیز، باید توجه داشته باشین که شما در صورت اپلای کنین که واجد شرایط هستین و یا بتانین مسئولین آلمان را شما متقاعد بسازین یا به این باور برسانین که جان شما واقعا در خطر است و شما در مرز کشتن، زندانی شدن و یا مجروح شدن قرار دارین. به همین سادگی بود اپلای کردن دوستای عزیز، و این طریقه جدید اپلای کردن ویزای آلمان است. دیگه ویزاها، دیگه ویدیوهایی را که تماشا کردین اونا کلن اکسپایر شده.